ناتو و نظامیان آمریکایی 19 سال تمام از این پایگاه دستور حمله به طالبان را دادند و جنگنده هایشان نیز با پرواز از اینجا مواضع طالبان را بمباران کردند. سرانجام آمریکا از جنگ افغانستان خسته شد و سال پیش در دوحه میان طالبان و آمریکا توافق شد تا نظامیان خارجی افغانستان را ترک کنند که این مورد در حال عملی شدن است. آمریکا پس از نزدیک به 20 سال حضور نظامی در افغانستان، سه روز پیش بزرگترین پایگاه خود در افغانستان بکرام را ترک کردند. حالا کنترل این مرکز مهم نظامی را نیروهای امنیتی افغانستان بر دوش دارند. فرمانده عمومی محافظت از پایگاه بکرام میگوید که روند تخلیه این پایگاه از دو ماه پیش آغاز شده بود و سه روز پیش نظامیان خارجی به گونه کامل این پایگاه در شمال کابل را ترک کردند. او میافزاید که نیروهای خارجی 3,500,000 جنس خود را به نظامیان افغانستان باقی گذاشتند. اولویت فعلا برای ما تامین امنیت میدان هوایی بکرام است و دوم حفظ تاسیساتش است. در آینده بعد از اینکه زمان دوره تسلیمی و زمان که ما مشخص ساختیم بخشای لوجستیکی و عینات خودت و کتگوری بندی کردیم، بعد از او بستگی به مقام محترم وزارت دفاع ملی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان دارند. مسئولان گفتند که نیروهای خارجی بدون هماهنگی با نهادهای امنیتی این پایگاه را ترک کردند و خبرهایی از تاراج وسایل پایگاه بکرام نیز همگانی شده بود. منابعی که نمیخواهند چهرهشان در تصویر ظاهر شود به ما میگن که برخی افرادی که اونا مقامهای حکومتی هستند و در پایگاه نظامی بکرام نفوذ دارند، برخی وسایل نظامی را اونا از این پایگاه بدون مجوز قانونی بیرون کردند، مثل این موتر که و میخواستن ایرا به بیرون از پایگاه انتقال بدن. هنگامی که ایرا با دیوار ای پایگاه تصادم میتن، موتر این گونه تخریب میشه و خودشان موفق به بیرون کشیدن این موتر نمیشن. طالبان در هفته های پسین توانستند در کنار تصرف برخی ولسوالی ها کنترل شماری از پایگاه های نظامی را در بخش های از کشور نیز بگیرند و این گروه در گوشه های از ولسوالی بگرام ولایت پروان، جایی که این پایگاه موقعیت دارد، گاه تحرک دارند. اما نیروهای امنیتی که برای محافظت از این پایگاه موظف شدند میگویند که طالبان هرگز به این پایگاه نزدیک نخواهند شد. کمپ بگرام آمدن دیگه، مردم یک تقاضا دارم پیش شما، هیچ تشویق نکنین، ی وطن خود ما نگاه میکنیم، هیچ حاجت به کس دیگر ندارین. پاره بکرام فعلا یک تعدادی نیست، در یک تقریبا 2000 نفر یا آمده در داخل میدان جابجا شده، امنیتش خوب سیسته، هیچ تعدادی وجود نداره. نیروهای ناتو به رهبری آمریکا در سال 2001 از بهر مبارزه با هراس افغانی به پایگاه بکرام ولایت پروان آمده و آن را انکشاف دادند. این پایگاه 3000 اتاق، دو خط رندی برای نشست و برخاست هواپیماهای خرد و بزرگ، شفاخانه، 3 سینما و جا برای پارک 110 هواپیما دارد.